ارتنگیز خیرلی بولسن صبح زندگی برنامه سنه دوامگا خوش کلب سز. تشکر میکنم که تا این لحظه بخشای مختلف برنامه صبح زندگی را به خاطر دیدن انتخاب کردین و در این لحظات برنامه هم مهمان دار هستیم و قرار از دکتر صاحب محترم احسان نوری روانشناس در رابطه با یکی از موضوعات بسیار زیاد مهم صحبتایشان را با ما شما شریک بسازن. یکی در رابطه با چی صحبت میکنن رویا بر ما میگه. بله رستم جان، روانشناس محترم دکتر صاحب احسان نوری با ما همراه میباشن و میخوان صحبتشون را در ارتباط با موضوع همراه ما شریک بسازن، چرا که در شروع برنامه ما موضوع را شریک ساختیم همراه هموطنان عزیز ما که چگونه با آرامش ذهنی برسیم و همچنان نظرات هموطنان عزیز ما بر ما خیلی زیاد رسیده که ما حتما مرور می داشته باشم، اما فعلا بریم به طرف استاد محترم که از طریق اسکایپ منتظر ما هستن. سلام استاد، صبح شما بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. شما سلامت باشین، بنامان که بودن ما یاد از او سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های نازنینتان که میکنون برنامه خیلی زیبا شما را میبینم. سلامت باشین، تشکر. وقتی که استاد شما با برنامه ما میان از طریق اسکای و با سلام علیکیتون با لبخند و با خنده است، واقعا بخوایم نخوایم ما هم لبخند بر لبانم میایه و واقعا همین گپ است که میگن بخندیم که دیگران هم وقتی لبخند ما رو میبینن شاد باشن و اونا هم بخندن. استاد میخوایم امروز در ارتباط به موضوع مهمی بازم صحبت شما را داشته باشیم، چگونه با آرامش ذهنی برسیم. این آرامش ذهنی با انجام دادن چه کارها، با انتخاب کردن چه کسایی در زندگی ما بر ما داده میشه و ما میتونیم تا حدی به همون آرامش ذهنی که حق ماست به همون آرامش برسیم. بسیار خوب، تمام انسان ها تلاش دارن تا برن به یک آرامش ذهنی خیلی خوب برسن. واقعا هم که تا زمانی که ما به آرامش ذهنی نرسیم به هیچ چیزی در زندگی رسیده نمیتونیم. ما به چیزایی که میخواییم در زندگی خود بوده نمیداشته باشیم، چون وقت ذهن ما آرام نباشه ما هیچ کار را کرده نمیتونیم، هیچ حرکت را کرده نمیتونیم. کلن فرد میشیم که بدون حرکت، فردی که حرکت کرده نمیتونه، یعنی واقعا وضعیت زندگیش بد میشه. رو میگه آرامش ذهنی کجا، چرا من درگیر هستم؟ واقعا که انسانای که آرامش ذهنی نداره یک زندگی خسته کن، یک زندگی که تکراری میشه و هر صبح بیدار میشه میگه چقدر زندگی بد است. واقعا چقدر زندگی، یعنی ببینید چقدر تاثیرگذار است این که ما صبح وقت بلند از خواب میشیم چی جملات رو استفاده میکنیم. و خیلی از افراد شما ببینید وقتی صبح از خواب بیدار میشه میگه عجب صبح خوب است. شما ببینید به آرامش ذهنی ما ربط داره ای که ما زندگی خود به کدام نگرش میبینیم و چرا با هر جای میریم، پیش هر کس میریم، دارو میخوریم، هر کار میکنیم به آرامش ذهنی نمیرسیم. در زندگی خود تمام چیز داریم جز آرامش. دلیلش چی است؟ وقت ما صبح از خواب بیدار میشیم با کدام انگیزه و فکر بلند میشیم از خواب خود؟ آیا میگیم که باز صبح شد، باز صبح شد، باز باید کارهای تکراری انجام بدم، باز باید زندگی خسته کنه سپری کنم؟ یا خیلی از افراد از خواب بیدار میشه میگه وای عجب صبح زیبایی، چقدر شاد هستم، خدای شکرت، و واقعا ما انرژی میده و کلا رگ رگ وجود ما انرژی مثبت میگیره و ما را باید میشه که آرامش روان خیلی خوب داشته باشیم. واقعا که خیلی از افراد که آرامش روان ندارن چی نکات را باید در نظر بگیرن که برن به آرامش روانی برسن، یک آرامش ذهنی خیلی خوب داشته باشن، چی تکنیک های را استفاده کنن که به او برسن. اولین چیزی که من میشه میگم در هر برنامه گفتیم، هر فردی که میخواد ذهن آرام داشته باشه و حال نداره، غمگینی، امیدی، گریه و افسردگی و استراب گرفته فرا تمام وجودش، بره اول یک بازنگری از زندگی خود کنه، ببینه کجای زندگی را بله دقیقا استاد، واقعا نکات مهمی را تا این لحظه شما اشاره کردیم و همگی طوری که شما گفتین به دنبال آرامش ذهنی هستن، میخواین همیشه کارهایی را انجام بدن که آرامش ذهنیشان را زیادتر بسازه و راحتتر بتونن و تمام امورات زندگی رسیدگی داشته باشن. دوست دارن کسایی را همیشه در زندگی خود انتخاب کنن که اونا برشون آرامش بده، برشون روحیه بده و اونا راحتتر بتونن به همون روال زندگی خودشان رسیدگی کنن. اما متاسفانه ما داریم بسیار از مشکلات و جنجال هایی که در این اواخر هم شاهدشان هستیم و در خانواده ما شاهد هستیم که اکثریت جوانان ما حتی متاسفانه آرامش ذهنی ندارن. یکی راهکارهایش چیا هست و چه نکات مهمی میتونه ما را کمک کنه استاد، ادامه صحبت شما را می داشته باشیم چرا که تماس شما چند لحظه قطع شد. استاد مهربانی، چی نکات را گفتیم در نظر بگیریم؟ واقعا ما گفتیم یک بازنگری کنیم اول زندگی خود. یا
ببینیم که در بازنگری که در بخاطر زندگی خود میکنیم ریشه مشکل ما در کجاست. خیلی از افراد روانشناسا را من میشناسم و همونطور کسایی که در بخش لایف کوچینگ کار میکنن، اونا میان روی شاخچه های درخت کار میکنن، واقعا روی شاخچه های درخت هیچ کسی به آرامش ذهنی نمیرسانن. شما فکر کنین یک درخت میوه های خراب بته، با صافی کردن میوه ها جور نمیشه میوه می، چون میوه ها گندیده است. ما اولین کار که باید بکنیم بریم ریشه درخت جور کنیم که میوه های خوب بته. پس کار را که ما میکنیم اولین کار ریشه مشکل که بر ما آرامش ذهنی ما را برهم زده پیدا کنیم، ببینیم که کدام مشکل است که ما را آزار میده. چرا ما آرامش ذهنی ندارم؟ چرا مردم دیگه آرام است؟ من مشکل دارم. چرا مردم میخندم و گریه میکنم؟ دلیلش چی است؟ وقتی این را بازنگری میکنیم ریشه را باید بخوش کنیم، ریشه را باید تنظیم کنیم. اگر میوه خوب میخواییم، اگر میخواییم درخت خوش شد مکمل، ریشه را بخوش کن. با شاخشه قد کردن ها نمیشه با آرامش ذهنی برسی. پس خیلی از افراد دیدیم آمدن روی مشکل کار کردن، اشتباس روی مشکل کار کردن اشتباس. خیلی کسا میگه تمرکز روی مشکل، بیا که مشکل تو به شکل حل کنیم. نه، برو ریشه مشکل حل کن. ببین منشای که مشکل به ایجاد شده، ذهنیت مشکل پیدا کرده کجاست. وقتی او رو حل کنی آهسته آهسته فرد به آرامش ذهنی میرسه. بعد از این ما باید روی ریشه های مشکل خود کار کنیم، و اگر خودمون نمیتونیم پیش روانشناس و مشاورایی که در این بخش تخصص خیلی خاص داره میشه صحبت کنیم. و گزینه بعدی که وجود داره، خیلی از افراد میبینم نگران آینده و گذشته خود است و واقعا درگیری ذهنی ایجاد میکنه. انسانایی که میرن به گذشته ها زندگی میکنن و افکار گذشته و مسائل گذشته روش ناراحتی میکنن، اونها انسانای افسرده است، انسانای خسته است. هر قدر ما به گذشته خود فکر کنیم خسته شده میریم. هر قدر روی گذشته خود صحبت کنیم، گذشته را مرور کنیم، جزئیات زیاد میشه. شما بار اول گذشته را مرور کنین 4 جزئیات داره، بار دوم گذشته را مرور کنین 8 تا میشه، بار سوم مرور کنین 12 دفعه میشه، بار بعدی که مرور کنین 16 دفعه میشه. هر قدر که گذشته را مرور کنین جزئیات گذشته برای ما زیاد شده میره و ما ناراحت کرده میره. به خاطر چی که ما رفتیم گذشته چیز پوسیده، چیز گندیده. شما غذایی که پخته کرده نمیخورین یک هفته بعدش، تو افکار 10 سال پیش میارید. و خیلی از افراد دیگه واقعا یه با آینده ها فکر میکنن. آینده هدف گذاری با آینده نگری با ناراحتی فرق داره. انسانایی که آینده نگر هستن خیلی خوب است، اما انسانایی که روی آینده خود تشویش میکنه خیلی بد است. یعنی ما انسان باشیم که روی آینده خود تشویش نکنیم، هدف گذاری کنیم، باید پیش بریم، اما بدون تشویش، بدون ناراحتی، بدون استرس. نگوییم که فردا چی شد، فردا چی خواهد شد. خداوند از ما که بیشتر اونجا قرار داره. خیلی از افراد باورشون به خدا اشتباه. وقتی ما میگیم چی خواهد شد، ما به متافیزیک خدا ایمان نداریم، ما به غیب خدا ایمان نداریم. فردا چی میشه؟ ما انسان ها باید تمام وقتی ما میگیم که فردا چی خواهد شد، فردا چند تا فردای خداوند حل کرده؟ تو چند سال است که بندگی به خدا میکنی؟ او سال هاست که خدایی میکنه. باور کن بر خدا. وقتی تو باور میکنی به خدا، او زمان است که قدرت خیلی خاص پیدا میکنی و حرکت میکنی و خیلی خیلی خوب میشه. و باور به خداوند متعال، واقعا انسانایی که باورمند هستن و به خدا ایمان دارن آرامش ذهنی دارن. زیاد همیشه میگم که اگر شما آرامش ذهنی میخواید، هیچ داروی وجود نداره که شما برید بخورید چند روز آرامش به آرامش شما رو میرسن. اما داروی این درد چیست؟ داروی درد چیست؟ باور به خدا، توکل واقعی به خدا بدون شک در دل. و من یتوکل علی الله فوسبو، کسی که بر من توکل میکنه من اون رو بسستم. چقدر زیبا میگی خداوند متعال میگه بیبی وقتی تو توکل به من میکنی من قدرتمند هستم. ان الله علی کل شیء قدیر، کسی که قادر است به هر چیز، کسی که اراده کنه بگه و ایزا اراده شای ای یکون دو کن فیکون. وقتی اراده کنه بگه شو میشه، تو با اون دیگه خدا بندی اون دیگه خداستی. پس چرا تشویش های دیتا میکنی؟ چرا تشویش های برات میاری خلق میکنی؟ پس اینجاست که ما به آرامش ذهنی میرسه. زمانه که قدرت خدا را در وجود خود حس کنیم، قدرت خدا را در وجود خود حس کنیم، به آرامش ذهنی میرسه. اگر قدرت خدا را در وجود خود حس نکنیم، به تشویش میشیم. برای هر چیز، برای
بر پول، بر غذا، بر مثلا زندگی خوب، بر تمام اینایی که میبینیم، بر فردای خود، چون ایمان خوب نداریم. خدا میکنه نمیکنه نمیفهمم، چون ایمان ضعیف است. یا بعض کسا رو دیدیم میگه توکل به خدا با چی میگه؟ اگر نشد چی؟ اگر نشد چی؟ چی منو میگه توکل به خدا میکنی؟ یعنی اگر نشد میگی خدا، یعنی نعوذ بالله قادر نیست که کارت رو انجام بده. میلیون ها نفر مشکل شو حل میکنه، اثر شو نمیکنه. چرا مشکل ذهنی داری؟ بس مشکل ما چیز میگیم اگر نشد؟ نه، ما بگیم 100% میشه. اما حکمت های خداوند اگر کار کنسل میشه، اجرا نمیشه، حکمت با خیر نمیشه داره. اینجاست که ما به آرامش ذهنی میرسیم. اگر نشد از زندگی خود حذف کنیم. چرا همیشه میگیم نمیشه؟ چرا همیشه میگیم آرامش ذهنی نداریم؟ تمام حرفای منفی که شما وجود داره حذف کنید زندگیتان. باور به خداوند متعال، به قدرت خدا. خدا قادر است، قدیر است. وقتی ما باور داشته باشیم، واقعا که حس آرامش در وجود خود داشته باشیم، یعنی ما تمام وجود خدا را قبول کنیم. ما تمام وجود وقتی خدا میگیم، تمام وجود ما حس کنه خدا را، اون زمان است که آرامش واقعی را ما تجربه میکنیم. خداوند متعال چقدر زیبا میگه، میگه دلها آرامش نمیگیرن مگر به یاد خدا. به یاد خدا فقط دلها آرامش میگیره. به یاد خدا هیچ دل آرامش نمیگیره بدون یاد خدا. ما زمانی که خدا را یاد کنیم دل ما آرامش میگیره. ما زمانی که رابطه ما با پروردگار ما خوب باشه، روی خوشبختی را میبینیم. تا زمانی که رابطه ما بد است، خوشبختی وجود نداره. هر زمانی که شما رابطه داره با خدا خوب ساختیم و شما یک ارتباط خیلی خوب، یک توکل خیلی خوب داشته باشید، واقعا قلبتان احساس آرامش میکنه و زندگیتان خیلی خیلی عالی. دقیقا استاد، واقعا توکل کردن و خدا ما را میتونه با بلندای موفقیت برسانه و ما را میتونه همیشه هم آرامش روحی روانی ما را حفظ کنه. پس به خداوند باید همیشه توکل کنیم و همیشه خواسته های ما را از خداوند متعال بخواهیم و به داشتهایم که داریم از خداوند متعال سپاسگزاری کنیم. واقعا روح و روان ما همیشه تازه و شاداب میباشه. استاد، چه کسایی در کنار ما باید باشن که ما را حداقل بتونن تا حدی کمک کنن؟ یعنی بودن چه کسایی در کنار ما الزامی است که ما تا حدی بتانیم به آرامش روحی و ذهنی برسیم، هم با همکاری خود ما، هم با همکاری کسایی که در کنار ما هستن؟ آرامش ذهنی و مثبت نگری و باور مثبت ارتباط داره. انسانایی که باور مثبت داره، میگه زندگی، دنیا جای خوب است، خداوند متعال شکر میکنم که مرا لطف کرده، دنیا آورده، چقدر خوب است که مرا خلق کرده. واقعا خدا به خلقت ما افتخار میکنه. باورش به این است که زندگی واقعا بهترین جای است. یعنی ما وقتی اینجا در دنیا آمدیم، بهترین برای زندگی بهترین آمدیم. برای این آمدیم که ما ناراحت باشیم، غم بکشیم، مشکل داشته باشیم، مریض باشه بشه. نه، خداوند متعال چقدر بنده های خدا خود دوست داره. ما این حس داخل وجود خود کنیم و وقتی این را داشته باشه مثبت نگر. خیلی از افراد شما میبینید با کسایی رفت آمد داره که منفی نگر است، چون اطرافش منفی نگر است، هموز که آرامش ذهنی نداره. شما فکر کنین یک جای مهمانی میرین، خانه یک کسی که خیلی منفی نگر است، خانش که میری میگه چقدر بد تاله استیم، زندگی ما هیچ تغییر نمیکنه، زندگی خیلی بد داریم، هر روز زندگی به بد، چرا من خوشبخت نمیشم، چرا من ثروتمند نمیشم، چرا من اوتو ماندیم، چرا من پیشرفت نمیکنم. تمام این مسائل بر شما میگه بدتالیستم، خدا زدیم، کل غم به سر ما انداخته. باورش به زندگی شماست. پس خداوند متعال به باور انسان هاست. خداوند متعال میبینه که بنده شکرگزار باشه زندگیش خوبتر میکنه. اگر شما صبح از خواب بیدار شوید، بگوی که خدای شکرت بابت صحتمندی، خدای شکرت بابت فامیل خوبه که بر من دادی، خدای شکرت بابت کار خوبه که دادی، خدای شکرت بابت تمام چیزایی که من در زندگی من، خدای شکرت بابت از اینکه من با تو ارتباط دارم. اینا رو تکرار کنیم واقعا حس ما رو خوب میکنه. واقعا بدون شک استاد، تشکر. بله، تشکر استاد محترم، سلامت باشین. انشالله در برنامه بعدی همچنان بالای موضوع بازم ادامه صحبتهایتان رو میداشته باشیم. وقتتان بخیر، تشکر از حضورتان. ما سلامت، زنده باشین، زندگی.
سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.